نمایشگاه بین المللی هنر معاصر توسط بنیاد پینچوک در شهر کیف در اوکراین برگزار شد. این بنیاد توسط ویکتور پینچوک، یکی از مجموعه داران و سرمایه داران برجسته جهان، بنیانگذاری شده است. برای اولین بار در این نمایشگاه هنری، این بنیاد یک چک 100,000 دلاری به هنرمندی جوان و در حال رشد اهدا می‌کند. هیئت داوران 21 هنرمند از 19 کشور مختلف جهان را برگزیده است. بیش از 6,000 هنرمند از سراسر جهان به این بنیاد کارهای هنری خود را ارائه کردند. سینتیا مارسل، هنرمند 36 ساله اهل برزیل و اثر هنری ویدئویی او برنده این جایزه شد. من وقتی کروزادا سومین بخش این ویدئو را تهیه می کردم، متوجه شدم که این سه ویدئو در واقع سه نمایش تراژدی هستند. این آثار با ریشه ها، زمان و زبان رابطه دارند. خیلی ها از من می پرسند که با این پول چه کار می کنم. این جایزه در حقیقت هم نشان دهنده به رسمیت شناختن هنر من است و هم مسئولیت بزرگی است. وقتی چون این جایزه می گیرم، انتظار مردم از ما خیلی بیشتر می شود. ویکتور پینچوک می گوید هدف ما این است که اوکراین و پایتخت آن کیف را به یک مرکز مهم فرهنگی تبدیل کنیم. وقتی که ما از 5 قاره جهان هنرمندان مشهور، مدیران موزه های بزرگ را به این نمایشگاه دعوت می کنیم، توجه جهانی به کیف جلب می شود و این شهر به یک مرکز تبادل هنر جهانی تبدیل می شود. هنرمندان مشهور هنر معاصر مانند تاکاشی موراکامی هنرمند ژاپنی، دیمون هرست هنرمند انگلیسی و جف کونز هنرمند آمریکایی دعوت ویکتور پینچوک را پذیرفتند و از این رویداد پشتیبانی کردند. جف کونز میگوید من فکر میکنم که اهدای این جایزه، جمع کردن این هنرمندان و به جوانان هنرمند فرصت و امکانات دادن، همه اینها فوق العاده است. این نمایشگاه نشان میدهد که زبان هنر زبانی بین المللی است. دیمون هرست میگوید همه هنرمندان یک روزی وقتی جوان هستند شروع به کار هنری می کنند. ویکتور پینچوک کار فوق العاده ای می کند که هنرمندان جوان را در سراسر دنیا تشویق می کند. زمانی که من در لندن بودم برنده جایزه ترنر شدم. این جایزه 20,000 پوند بود و در آن موقع این مبلغ ارزش زیادی داشت و این پول به پیشرفت کار هنری من کمک زیادی کرد. فکر می کنم هر کمکی به هنرمندان جوان مفیده. تاکاشی موراکامی درباره اثر هنری خود میگوید اثری را که میبینید یک پادشاه است. پادشاهی لخت بدون لباس است که فکر میکند لباس برتن دارد. او مانند قهرمان داستان هانس کریستیان آندرسن، نویسنده دانمارکی است. او مانند چهره خود من است. مثل این میماند که من فکر کنم که یک هنرمند بزرگی هستم و یک اثر هنری بزرگ را میآفرینم، ولی برخی از مردم فکر کنند که کار من کار هنری جالب توجهی نیست. هنرمندانی که برای شرکت در این نمایشگاه به کیف آمدند، برای شرکت در یک همایش جهانی هنر معاصر جمع شدند. همانطور که رهبران سیاسی جهان که برای صحبت درباره سیاست بین الملل در کنفرانس های گروه 7 جمع می شوند. او ممکن است مبالغه به نظر بیاید، اما مبالغه نیست. ما می بینیم که میشل هولبک، نویسنده فرانسوی، از دیمون هرست و جف کونز، دو هنرمندی که در اینجا حضور دارند، در آخر این کتاب خود استفاده می کند و این نشان می دهد که هنر جهانی است.